سلام، من فرهادم. توی این ویدیو میخوام تمام ایراداتی که در تغذیه مانیتور براتون ممکنه به وجود بیاد رو به ساده ترین حالت ممکن بهتون بگم. تا آخر ویدیو ببینید، اصلی ترین ایرادات رو دارم بهتون میگم. از روی مدار یکی یکی با هم دیگه بررسی میکنیم و در جریان باشید. انواع اقسام قطعات الکترونیکی و بکلایت ها رو ما ارسال داریم به سراسر کشور بدون محدودیت تعداد. تا آخر ویدیو با هم باشید. خب من مانیتور رو باز کردم که وقتی ویدیو گرفته نشه و صاف بریم سراغ اصل مطلب. این مانیتور LG هست، اینم مینشه، این مدار تغذیهشه که من بازش کردم، پشت مدار الان بهتون نشون میدم. معمولا تغذیه های مانیتور ها از یک تایپ طراحی استفاده میکنن، زیاد مهم نیستش که مثلا مارک اون مانیتور چیه، مثلا توی LCD ها معمولا رنج طراحیشون به همین سبکه. یه قسمت تغذیه اولیه دارن، بعد تغذیه ثانویه که ولتاژ ساخته میشه و یه قسمت اینورتر دارن که مهتابی یا راه بیفته. حالا من خب قسمت کلیش رو همینجوری اجمالا من تصویر بیارم نزدیک‌تر، این قسمت ورودی برقشه، قسمت فیلتر EMA اینجا هستش، خازن صافی و IC سویچینگی که معمولا استفاده میشه. من تصویر رو میارم نزدیک‌تر. فن 7601 معمولا توی اینا استفاده میشه. یه خازن اینجا هست معمولا 47 میکرو 50 ولته. برای اینکه بدون این IC این خازن داره درست کار میکنه یا نه، خیلی وقتا این خازن خراب میشه و مانیتور شما روشن نمیشه. روی این خازن باید بین 12 تا 16 ولت بیاد. اگر کمتر از 12 ولته، 7 ولت، 6 ولت و هم 5 ولته، یعنی این خازن خرابه. این خازن رو عوض میکنید، مانیتور شما روشن میشه. در کنارش معمولا یه دونه MOSFET استفاده میکنم برای تقویت جریان. اون هم اگر مانیتور شما کامل خاموش بود، بعد اتصال بودن اون رو هم بررسی بکنید، یا این زنری که این جلو استفاده شده. من تصویر یکم میارمش عقب‌تر. حالا ایراد این مانیتور چی بوده؟ تو اول ویدیو هم گفتم، میگن آقا یه بار روشن میشه یه بار نمیشه. خب این رسواترین ایراد ممکنه شما دارید اینجا میبینید که این خازنه این شکلی باد کردن. اما نباید خوشحال بشید که اگر این خازنه رو عوض کردید درست میشه. اگر این خازنه رو عوض کردید درست نشد، امکانش هست این خازنه دیگه خراب شده باشه، یا مجدد همین خازنه 4750 ممکنه خراب شده باشه و باعث روشن نشدن مانیتور بشه. اما ایراد اصلی و غالب ایرادهایی که معمولا پیش میاد و بعد مشتری شما به شدت بد شانس باشه، اینه که ایراد توی اینورتر افتاده باشه. معمولا مهتابی ها که خراب میشن بار زیاد و جریان زیاد میکشن و این اصطلاحا چوک های راه انداز رو خراب میکنن. اینا معمولا توی بازار نیستن، یا اگر باشن گرونن و حتی اگر مهتابی ها خراب شده باشن این چوک ها خراب میشن و با تعویض چوک ممکنه مشکل شما برطرف نشه و مهتابی ها اصطلاحا گوشه هاش خورده شده باشه یا خراب شده باشه و شما چوک ها عوض کنید بازم مشکل برطرف نشه. حالا فرض رو بر این میگیریم که مهتابی ها سالم باشن، شما باید بیان چیکار کنید؟ به جای تعویض چوک اینورتر رو عوض بکنید. اینورترهای آماده توی بازار هستن که شما این سوکت های مهتابی رو به اینجا وصل میکنید و اینجا 4 تا دونه فیش داره. یک بین تقریبا 14 تا 27 ولت لازم داره که سر این خازن های خروجی تغذیه داره همچین ولتی میاد. حالا معمولا 12 ولت هم اوکی. مصاد منفی رو به یکی از این خازن ها وصل میکنید و یک دونه قسمت چیز داره، یه دونه 3 ولت لازم داره که این مدار خودش روشن بشه که اون رو معمولا از خروجی تغذیه یا معمولا روی مدار مین این قسمت. بذارید من دقیق به شما نشون بدم اینجوری، بذارید من تصویر بیارم پایین بهتر. ببینید قسمت اول که نوشته کی، یعنی با اون 3 ولت اینجا میاد که با برای روشن شدن و پاور شدنه سیستم هست و همون 3 ولت باعث میشه که اینورتر روشن بشه. حالا من تصویر میارم بالاتر، مجدد راجع به همینجا صحبت بکنیم. اون موقع این روشن میشه و مهتابی رو راه میندازه، به شرطی که شما مطمئن باشید مهتابی شما سالمه. اگر مهتابی شما خراب باشه باید مهتابی رو در بیارید، جاش LED کار بکنید، اصطلاحاً بکلایت همه کاره که اون مدار راه اندازش سواه. که اگر دوست داشتین توی کامنت ها بگید که براتون در ویدیو بعدی راجع بهش صحبت بکنم. یک مرور مجدد میکنیم، پس اگر مانیتور شما گاهن روشن میشد و بعض وقت روشن نمیشد، اول باید تغذیه رو چک بکنید. از ورودی باید چک بکنید، روی این خازنه باید بین 12 تا 16 ولت باشه، کمتر از این باشه این خازن خرابه. اگر اینجا ولتاژ بازی میکرد خازنه رو عوض بکنید. اگر ایراد اینجوری رسوا بود که تکلیف شما مشخصه و اگر چنانچه اینجا ایراد برطرف شد گاه و باز هم ایراد سر جاش بود، دیگه مطمئن باشید که قسمت اینورتر و مهتابی شما خرابه. اگر سوالی بود من در خدمتم. الکترونیک فرهاد ارسال قطعات و بکلایت رو داره به سراسر کشور بدون محدودیت تعداد.